همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من. آقای کاظمیان، از واکنش آقای رئیسی رو داشتیم، خبر آقای خامنه ای رو داشتیم، از همین ها شروع کنیم. ببینه، واقعا یک استیصال در صحبت های رئیسی و البته این نقل قولی که از خامنه ای منتشر شده مشهوده. دو هفته پیش خامنه ای آخرین سخنرانیش رو تا حالا ابراز کرد. اونجا از افعال ماضی گذشته برای خیزش سراسری استفاده کرد، گفت یک جنگ ترکیبی شکل گرفته، اعتراض ها اختشاشه. و جالبه در این دو هفته بعد از اون سخنرانی خامنه‌ای نه فقط این خیزش فروکش نکرد، بلکه شاهدیم که چطور در این سه روز گذشته یک موج جدیدی از اعتراض های ضد حکومتی در کشور نه فقط در تظاهرات خیابانی بلکه در قالب اعتصاب شکل گرفته. رئیسی هم در صحبتاش امروز استیصال و براشفتگی خودش کاملا مشخص، در یک سخنان با لحن تند خشم خودش رو از واکنش به تعبیر خودش نخبگان ابراز میکنه. چرا؟ چون کاملا یک جبهه‌ای در کشور شکل گرفته بین اکثریت مردم و اقلیت اشغالگر حاکم و بدیهیه که هنرمندان، فوتبالیست‌ها، نویسندگان، چهره‌های ورزشی، فرهنگی، طیف‌های مختلف در سوی مردم بایستند، در سوی جامعه مدنی اکثریت و همدل باشن با این معترضانی که هدف گلوله قرار می‌گیرن. اما جالبه که تفسیر رئیسی همچنان اینه که رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها افکار عمومی رو اقناع نکردن. مشخصه چرا افکار عمومی قانع نشدن. رئیسی از یک جنگ رسانه‌ای میگه، تصور یا توهم یا توجیهش اینه که این رسانه‌ها هستن، به طبیعتاً رسانه خارج کشور، که دارن این وضع رو تشدید می‌کنن، در حالی که واقعیت اینه که رسانه آینه جامعه است و این استیصال و انفعال در صحبت رئیسی مشخصه. من اشاره کنم که مقدم فر از سرداران سپاه، از مشاوران فرمانده کل سپاه که ارتباط هم داره با دفتر خامنه‌ای، اونم یک سخنرانی داشته، اونم اینجا گفته که این اعتراض‌ها با استفاده از هوش مصنوعی مدیریت میشه، اینها افکار عمومی رو به گونه‌ای مدیریت کردن که تصور کنن در ایران دیکتاتوری و اختناق حاکمه. خب این افکار عمومی، برداشت گروه‌های مختلف اجتماعی از وضعیت حاکم، چیزی نیست که رسانه‌ها القا کنن، بلکه این تجربه زیسته مردم، گروه‌های مختلف اجتماعی، به ویژه جوانان، به ویژه زنان و البته دیگر اقشار از وضعیت حاکمه. و این چیزیه که حاکمان نمیخوان فهم کنن، پاسخ بهش ندارن، طبیعتاً دارن اینجوره در واقع به این ترتیب ابراز استیصال و خشم میکنن. یه ارزیابی هم ازت بشنویم از این اعتصاب‌های سه روزه که خیلی گسترده بود و اعتراض‌هایی که هست. ببین، واقعا یک اتفاق متفاوتی این سه روز رخ داد که کاملا میشه گفت یک نقطه عطفی در این خیزش سراسری بوده. به نوعی ورود بازار، که به هر حال گروه‌های اقتصادی هستن که محافظه‌کارانه رفتار میکنن، محاسبات مالی اقتصادی دارن، اینکه اینها قانع بشن که در مقام همدلی با خیزش سراسری کرکره مغازه ها رو پایین بکشن و تجربه کنن اعتصاب، ایستادگی در برابر حکومت، ابراز اعتراض، این یک گام بزرگی به پیش بود. با اطمینان میشه گفت که این روند اعتراضی در کشور که حالا گره خورده با اعتصاب و این سه روز که به یاد سرکوب خونین معترضان آبان 98 شکل گرفت، عملا معترضان و این اکثریت تغییرخواه در کشور رو تهییج کرده، طبیعتاً یک انرژی و امید جدیدی به اونها داده، به ویژه به گروهایی که به در قالب اعتصاب به اعتراض ها پیوستن، که امکان مقاومت در برابر وضع موجود نه تنها ممکن هست، بلکه میشه یک گام به پیش گذاشت. و طبیعتاً این کشاکش که زمانبر خواهد بود ادامه خواهد داشت. و جالبه که من اشاره کنم همین الان که ما صحبت میکنیم، باز در نقاط مختلف کشور مردم راهی خیابان شدن، در پونک تهران، در تهران سر، یعنی عملا ما وضعیت جغرافیایی مشخصی نداریم. چرا؟ چون گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلفی این خیزش سراسری رو دارن حمایت میکنن و در برابر سرکوب نشون دادن که پاپس نمیکشن. ممنونم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو.